سلام به همه دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با هم اومدیم به سمت بازار وکیل و قرار این بازار زیبا رو بهتون نشون بدم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب اینجا هم دارن یه رقص زیبا رو اجرا میکنن، بریم که با هم ببینیم. رقص بسیار جالبی بود، شما میتونید ویدیو کامل اونو تو قسمت شورت ویدیوهای کانال ما ببینید. بریم که با هم بقیه جای بازار هم ببینیم. مسیر دسترسی به اینجا، شما میتونید از سمت میدون شهرداری به اینجا بیاین یا اینکه از سمت میدون ولیعصر. از این قسمت هم دیگه به سمت بازار میریم و همینطور حمام و مسجد وکیل، که البته مسجد وکیل و حمام وکیل رو توی ویدیو جداگونه حتما براتون فیلم میگیرم و آپلود میکنم تو کانال که از دیدنش لذت ببرید. خب اینجا هم دوتا از داشمشتی های شیراز رو میتونید ببینید که دمشون گرم، واقعا تیپ باحالی دارن. امروز هوای شیراز بسیار عالی هست و همینطور که میبینید تعداد زیادی اینجا اومدن و از پیاده روی اینجا لذت میبرن. خب این قسمت هم فکر کنم دارن موسیقی اجرا میکنن، بریم که با هم ببینیم. اکثر مغازه‌های این بازار مربوط به صنایع دستی، فرش فروشی و چیزهای دکوری هست که طرفدارای بسیار زیادی داره. اینجا ورودی بازار هست و البته بازار به چندین بخش مختلف و چندین بازار مختلف تقسیم میشه که امروز قرار بازار وکیل جنوبی و همینطور سرای مشیر رو ببینیم. در این قسمت بازار اکثر مغازه ها فرش فروشی هستن که فرش های بسیار با کیفیت خوبی هم دارن. این قالیچه ها واقعا طرح‌های بسیار زیبایی داره و کیفیت بسیار عالی. خب این قسمت هم سرای فیل هست که الان تبدیل به کافه شده و همه روزه میتونید به اونجا برید و واقعا زیبا هست محیطش. اینجا هم ظرف‌های تزیینی رو میتونید ببینید که رنگ‌بندی‌های بسیار زیبایی داره و به عنوان دکور میتونه دکور خیلی جالبی باشه. این قسمت هم ظرف‌های شیشه‌ای بود. کلاً لوازم دکوری هستی برای تزیین خونه و جای اینجوری میتونید استفاده کنید برای دکوراسیون و واقعاً به خاطر رنگ‌بندی که دارن خیلی زیبا هستن.
کلن بازار وکیل به خاطر حجرای قدیمی که داره آدم رو یاد قدیما میندازه و واقعا حس حال خوبی به آدم میده. این قسمت هم عروسک های تزیینی رو میتونید ببینید با لباس محلی و همینطور کفش و چیزهای محلی دیگه هم اینجا وجود داره. این غرفه هم تابلو فرش و فرش های کوچیک رو میفروشه. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و همینطور نظرات و پیشنهادات خودتون هم برامون کامنت کنید. خب روبرومون هم میتونید ظرفای مسی رو مشاهده کنید که هنوز تو بازار تعداد زیادی از مغازه‌ها ظرفای مسی رو میفروشن و هنوز طرفدار داره. خب این قسمت هم پارچه فروشی هست و همینطور پارچه‌های رنگی رنگی رو میتونید مشاهده کنید که فکر کنم تو لباس‌های محلی و چیزای اینجوری میتونن استفاده کنن. خب اینجا چند تا ادویه فروشی بزرگ هم وجود داره که شما الان ادویه های مورد نیاز میتونید از اینجا بخرید و همه نوع ادویه هم اینجا گیر میاد و البته که با کیفیت عالی. خب الان قرار ما بریم به سمت سرای موشی، با من همراه باشین که اینجا رو بهتون نشون بدم و واقعا جای بسیار زیباییه. خب اینم سرای موشی هست که یکی از بازارهای صنایع دستی و نقره فروشی و چیزهای عتیق فروشی اینجا هست. خب واقعا طراحی بسیار زیبایی داره این سقف و ستونا، معماری خیلی قشنگی داره و همینطور مغازه‌های بسیار زیبا با دکورهای خیلی قشنگ و جنسهای عتیقه و آنتیکی که اینجا میتونید ببینید. سرای موشی یکی از جای پرطرفدار شیراز به حساب میاد و همینطور که میبینید تعداد زیادی هر روز به اینجا میان و از این مکان زیبا دیدن میکنن. اکثر مغازهایی که اینجا هستن لوازم دکوری و چیزهای صنایع دستی رو میفروشن که تحت تصویر مشاهده میکنید. خب این قسمت هم یه حوض بسیار زیبا داره که حس و حال فضا رو عوض کرده و واقعا حس خوبی به آدم دست میده اینجا.
خب این قسمت هم سماور، قوری و چراغای قدیمی رو میتونید ببینید و همینطور دو سه تا منقل خیلی زیبا. میگم این امیررضا برای من این چیزا رو نفرستاد، برای کافی نتو بفرستاد. این قسمت هم ظرفا و چیزای خاتم کاری شده رو میتونید ببینید، البته قیمتای خیلی بالایی هم دارن. دوستای عزیزی که به شیراز سفر میکنین حتما بهتون توصیه میکنم این مکان رو بیاین ببینید که جنسای خیلی باحال و خوبی هست و واقعا یکی از بهترین بازارهای شیراز به حساب میاد. همونطور که میبینید لوازم دکوری خیلی قشنگ و زیبایی تو این مغازه وجود داره که البته قیمتاشون یه مقدار بالا هست. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. خب با من همراه باشید دوستان عزیز که بقیه جای این بازارم بهتون نشون بدم. این بازار یکی از بازارهای شروع شیراز هم به حساب میاد و به خاطر بزرگی و وجود مغازه‌های خیلی خوب هر روزه تعداد زیادی به اینجا میاد. شما خوب سمیمی دوستان.
خب اینجا هم گذر آخر بازار هست و داریم به سمت خروجی بازار میریم که البته این قسمت هم مغازه‌ای بسیار خوبی داره. بریم که با هم این قسمت هم ببینیم. مغازه‌های این قسمت هم اکثرا پارچه فروشی، عطاری و سوغات شیراز هستند. امیدوارم از ویدیو امروز ما لذت برده باشین. شما میتونید بقیه ویدیوهای مربوط به شهر شیراز و بازارهای مختلف رو تو کانال ما ببینید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم ویدیو امروز رو دوست داشته باشید. تا یه ویدیو دیگه بدرود.